Chag Chanukah Sameach, Happy Chanukah, welcome to the Zohar class. Parashay in Hafteh has Vayishev, Vayemsham Shabbat Aval Chanukah. Power of Zohar is amazing. Hamishah ki kelas Zohar darim, something very unique is happening. And Baruch Hashem, tonight is the first night of Chanukah. قبل از کلاس گفتیم اگه هنوز شمع خانوکا روشن نکردین get it ready میتونین بیارینش بغل لپتاپتون in like 10-15 minutes بعضی که درس خوندیم شمع با همدیگه روشن میکنیم با برخا گفتنش my candle is here and ready to go. خب obviously باید یکم راجع به خانوکا صحبت بکنیم. خانوکا هیچ موعدی توی جودائیزم is not a tradition و تصادفی نیست and it's not for just having fun. یک درس خیلی عمیقی توشه. There is a huge lesson behind Chanukah و during this time به خاطر انرژی که تو کوزموس هست به خاطر ماه ابری که توش هست یه اوپنینگی میشه یه دری باز میشه که if we do the right این کار درست رو انجام بدیم گیت برسیم براخا موفقیت تمام گیت ها برامون باز میشه و انشالله باز میشه برای همه. سو میدونم هممون دور هم جمع میشیم شما رو روشن میکنیم again it's not a tradition. یک ویزدوم خیلی بزرگی پشت سرشه که یک همش رو با همدیگه شیر میکنیم و همش برای موفقیت خودمونه برای پیشرفت موفقیت سلامتی and growth. It's not a tradition. اول از همه چه عجب خانوکا رو شب ما سلبریت میکنیم به خاطری که اولین سیکرتش اینه که there is a darkness توی یک دارکنسی توی هممون وجود داره و میخوایم نور بیاریم تو اون دارکنس. سیکرت نمبر 1 ما همیشه تو کلاس کبالا یاد گرفتیم که یک نشمای پیوری داریم یک نشمایی داریم که is pure extension نور خداه ولی at the same time با یک نگتیف فورس هم به دنیا میاییم با evil inclination یا به زبان عبری یتسرره با اونم به دنیا میاییم. هر چقدر که نشمامون is pure is full of light is the extension of Hashem ولی هنوز یک evil inclination یه سرای ما باش به دنیا میان که this within us درونمونه و یک فایتی همیشه است بین نور و تاریکی و سیکرت اول خانوکا اینه که میخوایم نور بیاریم تو اونجایی که تو وجودمون تاریک هنوز. So the whole purpose of Chanukah is bring light نور بیاریم تو جایی که تاریکیه و تنها راهی که من میشناسم برای این روشن کردن نور تو تاریکی is wisdom is knowledge دونستنه که ما رو از ندونستن نجات میده. اگه ما یه پرابلمی داشته باشیم توی تاریکی باشیم راه حلش رو ندونیم we are in a dark as soon as که راه حلش رو پیدا میکنیم واو یه چقدر اون مشکله از بین میره. So it's all about knowledge. It's all about knowing. Knowing is the connection. اگه یه disorder سلامتی باشه و راه حلش رو نمیدونیم خب خدا نکرده there is a pain and suffering. The moment که دکترش رو پیدا بکنیم the moment که دواش رو پیدا بکنیم اون suffering از بین میره. So it's knowing the right doctor, knowing the right medicine. So توی درون ما همونطوری که گفتم there is light and there is darkness there is یتسره توب and یتسره را good inclination and bad inclination evil inclination. The purpose of Chanukah is to bring light to this evil inclination to this darkness. و چرا 8 روز why 8 days اگه به زبون عبری نگاه بکنین 8 میشه 8 و درست همون نومریکال ولیای نشما هست. نشما and شمونه is the same
همون کلمه هست، همون حروف هست. So again یه سیکرت دیگه که داره به ما یاد میده خانوکا اینه که we have a neshama, we have a soul که is full of light ولی it's concealed شده، باید روشنش بکنیم. We have to turn on our soul neshama. و چی روشن میکنیم؟ شم به زبانه میشه نر. نر stands for نفش و روح. نفش اون خواسته های بدن خودمونه، دیزایرهای بدنی خودمونه. روح هم is our character, is our behavior. So by turning on the neshama in these 8 days, we bring light to our behavior and character. So یکی دیگه از سیکرت های خانوکا اینه که the numerical value of خانوکا is 89. و 89 مساویه با گوف، به زبان عبری میشه گوف. گوف یعنی our body. همینطوره همیشه که صحبت میکنیم توی کابالا کلاسز، پرابلم ما لاجیکمون نیست. پرابلم ما is not our mind and logic. Somehow همیشه ما میدونیم کار درست چیه تو مایندمون، ولی این بدنه نمیذاره، این گوفه نمیذاره، این خواسته ها نمیذاره، این منه نمیذاره که کار درست رو انجام بدیم. سو وقتی که به زبون عبری کلمه خانوکا مساویه با کلمه بدن، یعنی یک دارکنسی، there is a darkness into our body that we need to enlight it، باید نور بیاریم توش. خب حالا یک پیکچری درست کردیم از خانوکا که bring light to darkness. حالا یه سوالی که پیش میاد، what is this darkness؟ این darkness چیه؟ کیه؟ ما یک چیزی که درون خودمونه خیلی سخت پیدا کردنش. ما همیشه میتونیم ببینیم what is wrong with other people، ولی نمیتونیم ببینیم what's wrong with us. چشای ما اینطوری دیزاین شده که رو به بیرون رو میبینه، درون خودمون رو نمیبینه. So there is a darkness within us که we don't see. و تورا with the amazing poweri که داره به ما نشون میده که what is this darkness، کجا قایم شده این darkness. میدونم شب موعد شب خانوکای همش باید از خوشحالی و خوبی صحبت بکنیم. I keep saying darkness and evil inclination. ولی as a student of Kabbalah, my job is که اتک بکنیم اون نگتیف فورس ها و اون دارک پلیس ها رو و توشون نور بیاریم. وقتی که بفهمیم انمیمون کیه، دشمنمون کیه، دارکنسمون چیه، بعدن با اون کوانا شما رو روشن بکنیم، میدونیم تو کجای زندگیمون این نوره رو باید بیاریم. So the first question is who's my enemy. اگه یه پرشا برگردیم به عقب، پرشای ویشلخ، وقتی که یعقوب داشت میجنگید، رسل میکرد با این نگتیو فورسه، با این ایول اینکلینیشنه که درون خودش بود، حالا خیلی استر ساتان یا چیز فرستاده عصاف، وقتی که یعقوب داشت می جنگید با این نگتیو فورسه، یعقوبش میگه what is your name؟ میگه اسمت چیه؟ is in a Torah. یعقوب میگه که من I want to know، میخوام بدونم با کی دارم من می جنگم. باید تا until I don't know my enemy I don't know how to fight it. اگه من بدونم دشمنم داره با تانک به ما میخواد حمله بکنه، so I prepare a couple of RPGs and anti-tank missiles. If I know my enemy is going to attack me with the airplanes, so I'm going to prepare some anti-aircraft missiles. So until we don't know who the enemy is, نمیتونیم باش بجنگیم. همیشه ما صحبت از این میکنیم، yeah, darkness, negative, this, that. It's wonderful. ولی همینطوری که یعقوب گفت، I want to know what is your name. What is your name of this negative force که بدونم با چه اسلحه باش بجنگم. The Kabbalist این اسما رو خیلی قشنگ به ما میگن، توضیح دادن. و instead of accident که 8 مثل همون 8 خانوکا. So میدونم سالای پیش خیلی راجع به
خانوکا حرف زدیم، هر 8 روز که هر کدومشون یه سفیرا هستن، beautiful. ولی امسال we gonna go even more further. So وقتی که ما این شمع رو روشن میکنیم، against این negative force، dark force رو روشن میکنیم. And کابالیست به ما توضیح میدن که 8 تا force وجود داره، 8 تا negative inclination درون خودمون وجود داره که این شمع رو against اونا باید روشن بکنیم که این negative force از بین بره. تنها چیزی که مانع میشه ما به تمام بلسینگ ها، برخواها، ساکسس برسیم is nothing but this negative force between us. هیچ دنیای بیرون هیچ ربطی به ما نداره. دنیای بیرون جلوگیری موفقیت ما رو نمیگیره. اون دارکنس درون خودمونه که نمیذاره پیشرفت بکنیم. مار و شمش یوج کابالیست یک مثال خیلی قشنگی میزنه. میگه که این نگتیویتی های درونمون مثل این خارایی هستن تو بیابون. دیدین تو بیابون ها یه خارای خشکی هستن که هیچ خاصیتی ندارن، هیچ مصرفی ندارن و تیغ دارن، اگه بهشون دست بزنیم is very hurtful. میگه تموم این نگتیویتی هایی که البته خودمون به وجود آوردیم تو زندگی خودمون یا زندگی قبلی، تموم این نگتیو فورس ها مثل این خارا، مثل این بوته هایی هستن پر تیغ، full of pain and suffering. ولی میگه the moment که یه جرقه ما بزنیم اینو آتیش بگیرن، in a matter of seconds تموم این بوته ها disappear میشن. دازن مدر اگه اینا اومدن جلو جاده ما رو گرفتن، اگه اومدن دور خونمون رو گرفتن، اگه نمیذارن این خارا ما پیشرفت بکنیم، جورنی ما ادامه بدیم، هر چقدر هم که پینفول باشن و دردناک باشن و بد باشن، with one spark، با یه جرقه، با یه شم، ما تموم این خارا، تموم بوتا میتونن دیساپیر بشن، دیستروی بشن. So the purpose of lighting the candle of Hanukkah is destroy. تموم این خارا، نگتیویتی ها میتونن که بسوزونیمشون از بینشون ببریم. Doesn't matter how big and strong they are, ولی با جرقه درست اینا از بین میرن. They're going to be destroyed. So let's learn. ببینیم که این نگتیو فورس هایی که درون ما هستن چی هستن. و زهر توضیح میده صفحه اول این قسمت، میگه که ما چون که درون خودمونه کامفورتبلیم با اینا، حاضر نیستیم که راه سخت رو بریم و کار درست رو انجام بدیم. So we have to make an effort. به خاطر که این جورنی که توش هستین پر موفقیت و پر نور باشه، you have to make an effort to destroy this negative force within us. کابالیست اکسپلین میکنن که اولش هست به اسم را. را یعنی بد، بد بودن. میدونی یک ما طبیعتی هممون داره. مطمئنم که تموم این 8 اسمایی رو که باتون شیر بکنم هممون پرکتیسش کردیم و میکنیم. من we know this forces. اولش از ره یعنی بد بودن. Somehow for some reason we choose to be bad. You know, اگه چویس داشته باشیم که یه کار خوب انجام بدیم، you know, somehow یک ویسی درون ما میگه که no, do be bad. Say the bad things. Say the wrong thing. Do the bad things. به انگلیسی ها میگن، تو آمریکا میگن you're so bad. وقتی کار زشتی انجام میکنی به ما میگن you're so bad. So somehow we choose. البته ما نیستیم، باید این کانسپت رو متوجه بشیم. ما از خودمون بدی نمیگیم. ما we are pure, we are extension of the creator Hashem. ولی there is a negative force within us که گوشمون میخونه. و اولش از تو بی بد، we just somehow some reason با یه نفر که صحبت میکنیم یه موقعیت پیش میاد، we just choose to be bad instead of being nice and kind and loving.
اینو یه نفر دستش رو دراز میکنه و میشه نو نو I want to be bad. تازه یه حرف زشت هم بهش میزنی. So the first name اولین negative force که درون ما وجود داره is رع بد بودن. و با این کوانا این شم رو روشن میکنیم که این بدیمون از خودمون از بین ببریم. The next one is arel. Arel به زبون عبری یعنی personal pleasure. یعنی personal pleasure. Selfish pleasure. ما somehow negative force همیشه به ما میگه که به فکر pleasure خودت باش. You know, cheat a little bit. You know, lie a little bit. نمیدونم خدا نکرده go after wrong pleasures, long pleasures, چیزی که به ما satisfaction میده, چیزی که به ما make us feel good, but it's the wrong thing to do. آره اون قسمتی که تو بریت میلا میبرن و میندازن بیرون بهش میگن اورلا, از همون کلمه اومده. آره so it's اون pleasureای اشتباه و pleasureای wrongیه که ما دنبالش هستیم. میتونه سیکس, درگز, you know, whatever that is wrong و به ما پلیجر میده. Wrong things we watch on a TV, wrong conversations, you know, چیزی که اتیکال نباشه, چیزی که خارج از, you know, family and انسانیت. So داریم یاد میگیریم who is the enemies so بتونیم این لایت ها رو اگینستش روشن بکنیم. اگه یه حبیتی داریم که حرف بد میزنیم, کار بد میکنیم, امشب we gonna go against it, we turn the light. The second one was RL is wrong selfish desires and pleasures. The third one is tame یعنی impure. درست برعکس تهور. به زبان عبری ما یه تهور داریم یه تامه داریم. تهور یعنی پیور, تامه is impure. Impure thoughts, impure language, impure actions. تامه it's totally against Judaism. حالا میدونم تو غذا هم این استفاده میکنن, یه غذا که کشا نباشه بهش میگن تامه. حیوانای ما تامه داریم. ولی فقط به خوردن نیست. It's consciousness, it's the way we look. تامه ما نباید نگاه چیزای impure بکنیم. We don't want to hear anything impure. We don't want to touch anything impure. Touch کردن impure, you know me well, مثل cemetery رفتن. Cemetery is a tame, is a tame place. So I know we have to go sometimes, ولی نمیخوایم بکنیمش habit که go there all the time. So we want to stay away from چیزی که impure. چهارمی اسمش هست سونه. سونه به زبان عبری یعنی hate. سینت خینام حتما شنیدین. For some reason we hate somebody. You know, there is یک hate درونمونه. اتفاقا این هفته دیگه روش خودش داریم و it's not an accident. ماه تبت به ما یاد میده که go against hate بیشتر از همه چی. ما یه نفر موفقه automatically we hate him, you know. یه نفر we are jealous of somebody, we hate him. Why hate? تو کبالا یاد گرفتیم یه نفر موفقه, یه نفر خوشکلتره, بهتره از ما, تازه باید براخاش هم بکنیم, blessingش هم بکنیم, من بگیم مازال تا مبارکش باشه. دست اونلی وی که گیت بلسینگ رو برای خودمون میتونیم باز بکنیم. اگه هیتش بکنیم تازه اون چیزی که مال ما هم هست درش رو میبندیم. So یک فورسی درونمون هست. We don't like the president. We hate him for no reason. We don't like somebody's look. We hate him. So این هیتر رو for no reason باید در خون اون یه نوع تاریکیه و باید درونمون روشنش بکنیم. فکر کنم کلاس قبل گفتیم تو کانشسنس ما فقط 3% نور هست, 97% تاریکیه. So
فکر نکنیم که we are good people and we done and we are full of light and love. There is a lot of darkness که باید توش نور بیاره. پس اولی بود را یعنی بد، دومی بود آرل یعنی wrong pleasure، سومیش بود تامه که میشه impure، چهارمیش از سونه که میشه hate for no reason، پنجمیش از میخشول. میخشول به زبان عبری یعنی نمیدونم به فارسی چی میشه. میخشول یعنی وقتی که چوب تو چرخ یه نفر میکنیم، وقتی که نمیذاریم یه نفر گرو بکنه، یک نگتیو فورسی درونمون هست که یه چاله جلو پای کسای دیگه میخوایم بذاریم و بدتر از اون یه چوب تو چرخ خودمون میکنیم یا یه چاهی برای خودمون درست میکنیم که بهش میگن سلف سابوتاژ. یعنی ما یک براخای منتظرمونه، یک آفر خوبی به ما میکنن، ولی خودمون برای خودمون یه ریزنی میاریم که فالو نکنیم اون مسیج رو، نریم دنبال اون براخای. میخشول به معنی اینه که نفهم میخشول چی میشه، یعنی دست انداز به عبری، یعنی به فارسی. یه نفر از شما دعوت میکنه بیاین کلاس کابالا، میگه نه من که عبری بلد نیستم، من که نمیفهمم. That's what میخشول is. Like we find the excuse not to grow. یا یه نفر بهمون میگه که let's go کنیسا، انشالله که کنیسامون به زودی باز میشه. نه هوا سرده، هوا گرمه، من حوصله ندارم. So we find the excuse not to grow. Not to grow. I'm not good enough. I don't deserve it. I don't have the money. I don't have the understanding. So این negative force وقتی که یک blessingی که قراره برای ما بیاد تو گوشمون میخونه که یک excuseی پیدا میکنه که ما grow نکنیم. So باید این awareness هم داشته باشیم که برای خودمون اکسکیوز نیاریم که گرو بکنیم. The next one بهش میگن even. Even به عبری یعنی سنگ. اینو یک نوع تنبلی. خیلی سالا تو کلاس های زهر جو تنبلی صحبت کردیم. این نگتیف فورسه ما رو تو گوشمون میخونه که تنبل باشیم. نه اکسترا مایل بریم، نه اینی که بلند شیم از جامون، از کامفورت زونمون بیایم بیرون. یادم یه درس داشتیم کلاس زهر many years ago، گفتیم اگه آلارممون رو میذاریم ساعت 7 صبح، in my case is much earlier، 7 صبح، اگه 7 ما بلند نشیم بشه 7:01، یعنی بدونیم که این negative force is controlling us. 1 دقیقه اون ما رو کنترل میکنه، نمیذاره ما بلند شیم. So اگه alarm clockمون رو میذاریم 7 o'clock، 7 o'clock you're out of the bed. هر ثانیه که بیشتر بدونیم بمونیم، بدونیم که این negative force is all over us. So whatever که باعث میشه که ما don't make a phone call, don't make an effort, don't go extra mile، زحمتی نکشیم، کمکی نکنیم، از خودمون نیم بیرون، این نگتیف فورسه میگه تنبل باش، راحت باش، اصلا چرا به فکر کسی دیگه هستی؟ So this is another darkness within us که we have to eliminate. And problem دنیا نور نیست. همونطوری گفتم نشمای ما پرقدرترین نوره. نشمای ما is full of light, full of blessing, full of healing. ولی یک جداره ها، یک پرده های تاریکی جلوی این نشما رو گرفته، با ریویل کردن، با از بین بردن این نگتیو انمی ها و فورس ها نور خودش رو نشون میده. اینو اتمیک بامب، بز قوی ترین فورس توی دنیا is within atom. It's there. All we have to do is to release it, to reveal it. So نشمای ما has all the good forces and fortune and energy. We just have to remove این فورس ها رو باید ریموف بکنیم که بهش برسیم. The seventh one هفتمی هست، به زبان عبری میگن تفونی. تفونی به معنی لاشونارا یعنی evil speech, evil tongue.
All these years همیشه راجع به ایول تانگ صحبت میکنیم and it's never enough. چون که هر چقدر که جلوتر رفتیم با این اسما اینا قوی تر و قوی تر میشن. And evil tongue, evil speech is next to the worst one. ما evil speech راجع به خودمونم حرف میزنیم. نه نمیشه. من که نمیتونم. You know, this is all evil speech. اگه خدا هر راهی جلوی ما گذاشته, we can do it. Talking evil about others, talking evil about all the creators, createes. هر چی تو این دنیا createe که هشمه. When we talk bad about anything, that's evil speech. So evil speech is a huge darkness. And it's bring evil fortune. خدا نکرده برای خودمون و برای دیگران. و خیلی سریع میگم evil speech is not only negative talks. Evil speech چهار قسمت. اولش هست که speaking evil. دومیش هست که ما حرف خوب نمیزنیم. اگه ما حرف خوب هم نزنیم that's considered evil speech. لشون را. So we have to speak good. ما کسای دیگر رو empower بکنیم. Evil speech is also گوش کردن به حرفای evil و negative. اگه evil conversation وجود داره ما بشیم گوش بکنیم that's consider evil speech. و آخرش هم هست که ما خودمون رو نذاریم تو پوزیشنی که حرفای خوب بشنویم. الان ما تو کلاس ظهر اومدیم you're going totally against evil speech. So we have to put ourselves in a good position که حرفای خوب بشنویم. The last one, هشتمین دشمن، هشتمین تاریکی، هشتمین نگتیف فورسی که وجود داره and is the most powerful one که is inclusive all of them. یک فورسیه که به زبان عبریش بگن مدمه. مدمه یعنی از سمون دیمیون میاد. imagination. خدا کریتور همه چیزو evenly به ما داده. همونطور گفتیم بدی راجع به بدی صحبت کردیم right againstش باید خوبی انجام بده. گفتیم آرل selfish desire هست at the same time به ما sharing داده. تامه impurity هست we have pure. سونه hate we have hate and againstش there is love. میخشول به جایی که سنگی جلو پای کسی بندازیم کمکش بکنیم یا خودمون. تنبلی برعکس زرنگی. Evil speech againstش has good speech. So what is this imagination? So باز چی میکنه imagination؟ ما یه imagination خوب داریم که سلفونا رو برای ما درست کرده. اپل سلفونو از imaginationی که شروع شده. یه نفر گفته که من I can imagine we go to the moon. و تونستیم ما برسیم به مون. So یک positive imagination وجود داره که ما رو به همه جا میتونه برسونه. Actually کابالیستا recommend میکنن have the biggest imagination. هر imagination رو داشته باشیم و پشت کار داشته باشیم بهش میرسیم. So imagination is wonderful. A good imagination, a positive imagination. We can imagine, you know, برای سینگل ها I'm getting married, I'm having children, we can imagine having a business, I can imagine, باید خودمون رو imagine بکنیم healthy که به اون healthy برسیم. ولی there is a negative imagination, اون چیز اون دشمن اصلی ما هست. یک اسرائیلی, یک ربای اسرائیلی یک مثال خیلی خوبی زد. گو تو سالای 90s, قبل از 90s, فلسطینی‌ها عرفات he was the biggest enemy of Israel constantly bombing and killing and hurting Israel. بعد یه فرصی تو اسرائیل اومد گفت که نه let's make a peace with them, let's imagine که اینا دیگه خرابکار نیستن, let's imagine اینا دیگه تروریست نیستن, let's bring them to Israel and make a peace with them. بعد که این اومدن تو اسرائیل عرفات و فلسطینی ها بعد دو سه سال دوباره همون تروریسم و کیلینگو و بامبینگ و اینا رو شروع کردن. بعد یه روزی که با عرفات اینترویو کردن گفت که من هیچ وقت
نمیخواستم با اسرائیل صلح بکنم. هدفم این بود که بیام تو اسرائیل از درون شما رو دیستروی بکنم. So what is the problem in this picture؟ که ما ایمجن کردیم یک تروریستی، یک آدم کشی یه روزی میتونیم باش پیس بکنیم، یه روزی میتونیم بیاریمش تو خونه خودمون، تو کشور خودمون. So the negative imagination is when we imagining things که we know they are bad, we know it's wrong، ولی فکر میکنیم برامون خوبه. یا in another words، ما یک نگتیف سیتویشنی پیش میاد، با یه نفرمون دعوامون میشه، با یه نفر یه ایشوی داریم، حالا به سادن شروع میکنیم ایمجین کردن، آره این پول منم خورده، اون موقع حرف بدم بهم زده، بعدی من میخواد. سو این مایند ما، این ایمجینیشن ما شروع میکنه ران کردن، یک فنجون میکنه فیل. سو یک ایشوی پیش میاد، we have a business issue with somebody، یک درگیری پیش میاد، ممکنه یه چیز کوچیکی باشه، ولی ایمجینیشن ما شب میایم شروع میکنیم یک چیز خیلی بزرگی ازش میسازیم. So we have to be careful not to، اجازه ندیم این ایمجینیشنمون out of control بشه و یه چیز بد و موقتی رو تبدیل بکنه به یه چیز horrible، یه چیزی که واقعا out of controlه. این ویروس is definitely is bad، کرونا is bad، ولی نمیتونیم ایمجینیشنمون به ما اجازه بگه که you know what is the end of the world، دورا جون همه میگیرن، همه هرت میشن، همه از بین میرن. نو، نباید اجازه بدیم این مایندمون. فکر کنم امیر جون این تاچش کرده، میگه سلف تاک، سلف تاک. یک مسئله کوچیکو نباید اجازه بدیم این ایمجینیشنمون بزرگش بکنه و بکنش هیوج اند اوت اف کنترل. وی آل مریید، وی آل هاف چیلدرن، بعضی وقتا یک ارگومنتی پیش میاد، یک میس منیجمنتی پیش میاد، یک اشتباهی میکنیم، حرف زشتی میزنیم، نمیتونیم بریم بگیم که این دفعه اجازه بدیم ایمجینیشنمون یک مانستری از اون طرف ایجاد بکنه. We all make a mistake. It's a small little thing. Don't let your imagination to fool you. So این مدامه، این imagination به ما میگه که هر اتفاق بدی که میتونه بیفته، there is an easy, fast solution for it. اگه اجازه ندیم این imagination ما out of proportionش بکنه. Yeah, there is a virus. Baruch Hashem, the vaccination is coming, done. In 6 months we're going to be done. ولی یادم 6 ماه پیش یا 4 ماه پیش هممون پنیک کرده بودیم. اجازه داده بودیم ایمجینیشن ما فکر بکنه که it's the end of the world. آخر دنیا شده. So این دشمنه که اسمش هم یاد گرفتیم، the negative imagination، اجازه ندیم ایمجینیشن ما یه چیز بد و خوب ببینه. چیزی که واقعا بده، بده. Don't fool yourself. و اگر یه چیزی بده، اجازه ندیم که out of proportionش بکنه و سلامتی، پیس، شالوم، ترانکولیتیمون رو از بمونه. So با این کوانا که حالا که یاد گرفتیم تاریکی ها کیان، دشمن ما کیان، این نگتیف فورس درون ما کی هستن، با این کوانا let's go and start lighting the light of the Chanukah، که با کمک خدا بذاتش نور بیاریم و تو تموم این تاریکی ها و با روشن کردن اینا، با آوردن نور توی نگتیف فورس ها، تموم گیت های بلسینگ برامون باز میشه. یکی از چیزایی که معروف راجع به خنوکا که میگن is a miracle time، زمان معجزه است، زمان نسه. What is a miracle؟ Miracle is to bring light to this darkness. به زبون کابالا همه چی miracle، everything is a miracle. The fact that we have this zoom is a miracle. ولی اگه ما زوم رو نشناسیم، that miracle doesn't exist for us. So
با آوردن نور تو این تاریکی‌ها، با استاپ کردن این کاراکترها و این بیهیویرها، we're going to experience life full of miracles. So اگه تا الان شماتون رو آماده نکردین، میدونم چند تا دوستان دیرتر اومدن، اگه شمتون رو روشن کردین تا الان، مازال تو مبارکه. اگه هنوز روشن نکردین، it's a good opportunity که بلسینگاشو میگیم با هم دیگه و شم رو روشن میکنیم. کسایی که سیدور کنیسا رو دارن، we're going to start reading صفحه 942 جنس نوشته خنوکا، یا و یک صفحه پر از اسمای خدا، پر از اسمای انجلا رو میگیم و این گیت ها رو باز میکنیم، این انجلا رو صدا میکنیم، اسم خدا رو میاریم و تمام این گیت ها و این نورا رو دایرکت میکنیم و خودمون و این شمع رو روشن میکنیم. یک چیزی که خیلی قشنگه توی این برخواه میگه که ببین، من سعی خودم رو میکنم، اون کاری که باید بکنم رو میکنم، اونطوری که باید و شاید من شمع رو روشن میکنم، ولی پلیز اگه اشتباه کردم کوانامو نگاه بکن، نه اینی که اون ترتیب اونطوری که من باید نگاه روشن بکنم. یه چیزی که همیشه توی ریلیجن ما رو میترسونن که اگه کار اشتباهی بکنیم واو آخر دنیاه، نه، اون کوانای مهمه، اون کانشسنس مهمه، اون دیزایره مهمه، دیزایری که ما الان میخوایم نور بیاریم تو تمام این تاریکی‌ها. بای دی وی، ما شمع رو از راست به چپ روشن میکنیم، اگه شمع روبرو مونه از راست شروع میکنیم، اولین شمع خنوکا طرف راسته و شب دوم اول دومین شمع رو روشن میکنیم، بعد اولین شمع رو روشن میکنیم. شب سوم اول شب شمع سوم رو روشن میکنیم، بعد دوم، بعد اولیه. So we start from right to left to placing the candles. ولی we light them، شمع رو روشن میکنیم از left to right. بعد یکی از قانونهای خنوکا چیه؟ که ما خنوکیا رو میذاریم پشت پنجره، میذاریم پشت پنجره. چرا میذاریم پشت پنجره؟ به خاطری که کسای دیگه خنوکیای ما رو ببینن. We want other people to see. We want other Jews to see our خنوکیا. We want other souls. میخوایم نشمایی که بیرون هستن این خنوکیا رو ببینن. چرا؟ چون که بزرگترین کاری که یک آدم میتونه بکنه اینه که جون یه نفر دیگر رو نجات بده. The biggest thing any human being can do is to save other people's life. Save other people's life. چطوره we save people's life? By showing them the light. کسایی که گم شدن، کسایی که دور شدن از یهودیت، کسایی که their lost souls، دوباره bring him back to light، بیا دوباره برشون گردونیم به نور. خنوکا یک متافوره، ولی there is a lot of lost souls، there is خیلی آدم ها هستن که گم شدن. By placing the خنوکا by the window که دوباره برشون گردونیم. حالا این یک متافوره و کاری که ما میتونیم بکنیم، درسایی که یاد میگیریم شیر بکنیم با کسای دیگه. اگه با شیر بکنیم که stop being bad، stop being impure، stop hating، stop being lazy، stop saying the lashon hara، stop imagining the worst، ما جون یه نفر رو داریم نجات میدیم. So by placing the Hanukkah by the window، ما رو remind میکنه که our job ما تو این زندگی اینه که سولای دیگر رو نجات بدیم، doing other souls. This is the biggest mitzvah any human being can do, is saving other people's life. So, اگه حاضر هستین، let's stand up. اگه شماتون رو آماده کردین، میتونین بیارین اینجا. I'm wishing everybody Chag Chanukah Sameach. And we're going to start lighting the candles. وقتی که به برخا رسیدیم، سه تا برخا باید بگیم، کسایی که هنوز نگفتن.
اولین برخا رو میگیم، بعد شمع رو روشن میکنیم، and then we're gonna say the other two blessing and برخا. ولی قبل از که برخا برسیم صفحه 942 رو میخونیم. Amazing, amazing tefila, full of names of angels and full of name of Hashem. خب اینجا وایسه فرسرتم شوشنش کنم. לשם, לשם ייחוד קדשה בריחו ושכינתה בדיחלו ורחמה ורחמה דיחילו לייחוד אותיות י' ה' באותיות ו' ה' בייחוד שלם י' ה' ו' ה' בשם כל ישראל. ישראל, הנה אנחנו באים לקיים מצוות הדלקה נרות חנוכה כמו שתקנו לנו רבותינו זיכרון הברכה עם כל המצוות הכלולות בה, לתקן את שורשה במקום עליון ולעשות נחת רוח לרצון ולעשות רצון בורנו. יהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננו עלינו ומעשה ידינו כוננו. ויהי רצון מלבביך אדוני אלוהינו ולאבותינו שיהיה אתה עת רצון ותהיה חשובה ומקובלת ורצויה לפניך מצוות הדלקת נר חנוכה אשר אני מוכן לקיים אתה ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לחיים בנר חנוכה ומקום הנחתה, וכאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בפתילה, בהשמת הפתילה בתוך הנר, וכאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בהשמת שמן, אשר בחילוף אותיות אטבש הוא שם ביד, בניקוד קמץ קמץ וניקוד שבא, וכאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בהענקת הפתילה ובעלת השלהבת, וסודותיה ורמזיה, ויעלה לפחה אדוני אלינו ולאבותינו, כאילו כיוונתי בכל הכוונות האירויות, בברכה ושתגנו לנו חכמים זיכרון לברכה, לברך על מצווה הזו של הדלקת נר חנוכה, וסודותיה ורמזיהם ואורות ועליונם הנמשכים על ידיהם, ועל דרכנו נגה אור, אל אדוני יעל לנו באור בני מלך חיים, לאור באור החיים, נור הזנדגי, ויעלה לפניך אדוני אלינו ולאבותינו כאילו כיוונתי בשלושה ייחודים של בחינת הוויה אהיה שמספרם מם זין ובחינת הוויה אלוקים שמספרם קוף יוד בית ובחינת הוויה אדונות שמספרם צדי אלף ושלושתם הם קפי אותיות שעולים במספר נר הנרמזים בנר חנוכה. יעלה לפניך כאילו כיוונתי בשם הקדוש הנקרא נחל, הרמוז בראשי תיבות נצר חסדים לאלפים, נרמז בראשי תיבות להדליק נר חנוכה, ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בהמשכת הארת הפנים העליונות שהם שני שמות אל אל במילואים, שעולים מספר שין עין, הנרמזים באותו שין עין של עושה שנסים, והתמתק בשם שם אלוהינו במלואו, שעולה עם חמש אותיות הפשוטות מספר שין ה' הוא נלמז כזו שין ה' שעשה ניסים ויהיה נועם אדוננו אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננו עלינו ומעשה ידינו כוננו ויהיה נועם אדוננו אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננו עלינו ומעשה ידינו כוננו. So, אבל ברכוי שם ומגיעים ועדיין ראשנש מקונים. מה סט הסט, סט הקהלמה, סט הקהלמה מגן, כשאגר דוסטורים יכולתם פולו בוקונים, ובאז שם אתם לא שם בוקונים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך הנפלאות שעושותיך. הנה שמוי חנוכה רו מו אג'זה נדרים ברי גרמו יו רושנוי استفاده בוקונים היץ אג'זה נדרים אז אינם היץ מסרפי בוקונים פרה בועד נגושון בוקונים בבינימשון ו همونطوری که قبل از روشن کردن یاد گرفتیم نور بیاریم به زبان میگم خجمون نفش ریفلکت بکنیم کدوم یکی از این 8 تا نگاتیو فورس ها درونمونه که توش نور بیاریم. میریم سر کلاس این هفته پرشای ویشو دو تا پوینت باتون شیر میکنم و That's gonna be all. میدونم کلاس کم طولانی شد. داستان این پرشا هست یوسف. تا الان راجع به ابراهام، اسحاق و یعقوب یاد گرفتیم ولی الان راجع به یوسف یاد میگیریم. کتاب برشید در اصل inclusive of everything به ما میگه که یک دنیایی با یک دنیای شروع شد برشید که توش طوفان هست، همین دنیایی که ما توی زندگی میکنیم طوفان هست و به ما میگه چطوری دیل بکنیم با این طوفانه. به ما میاد ابراهام، اسحاق و یعقوب رو میده، کانشسنسش رو میده، درساشون رو با ما شیر میکنه و بعد میگه بچه تمام اینا، تولادا، سید تمام ابراهام، اسحاق و یعقوب از یوسف. و یوسف هم یه زندگی سختی داشته، پر طوفان، ولی آخر سر هی بیکام د کینگ و اینجا برشید برخا میشه. حالا چرا ما 4 تا کتاب دیگه تو تورا داریم؟ چون که این پدران ما بودن. حالا بچه ها باید یاد بگیرن که مثل پدران بشن. تورا میاد به ما یاد میده How we become like Yosef، چطوری بتونیم کینگ بشیم. کینگ کجا؟ کینگ زندگی خودمون، ما خانوادهمون، خونمون، بیزنسمون، کینگدوممونه. و if you become the right king then we have a beautiful successful life full of health. So we want to be like Yosef. یک داستان تورا رو نمیخوام ریپیت بکنم، همشون که میشناسین، ولی سه بار راجع به لباس صحبت میشه تو این پرشا. سه بار، اولیش هست که لباس یوسف و خونی میارن به باب پدرش، میارن به یعقوب، میگن یوسف کشته شده و یعقوب میره تو دیپریشن شدید که دیگه اون پروفسیشو از دست میده و میدونیم این دروغ بوده، یوسف نمرده بوده، ولی یک لباسی رو میان به یعقوب نشون میدن و یعقوب فکر میکنه یوسف مرده. لباس دوم چی صحبت میکنه توی تورا؟ وقتی که زن پوتیفاروز زلیخا میاد به یوسف میگه که بیا با من همخوابی بکن، let's sleep together، و یوسف فایتش میکنه، ازش فرار میکنه، زلیخا چیکار میکنه؟ لباس یوسف رو میگیره، لباسش پاره میشه و میمونه دست زلیخا. زلیخا چیکار میکنه؟ میره لباسه رو نشون شوهرش میده، نشون گاردا میده، میگه که آره یوسف اومده لخ شده بوده و اومده بوده میخواسته منو ریپ بکنه، اینم لباسش. سو اگین این لباسه داره یک دروغی، یک چیز که حقیقت نداره رو به ما یاد میده. What is the third example? Third example اینه که وقتی که تامار عروس یهودا میاد لباس یک زن پروستیتوتو میپوشه و یوسف و یهودا دیگه ریکوگنایزش نمیکنه از تامار، از عروسش، فکر میکنه که این یک پروستیتوته و میره باش همخوابی میکنه. سو تورا داره به ما یاد میده که لباس چقدر میتونه ما رو گول بزنه، چقدر میتونه ما رو دیسیو بکنه وقتی که ما فقط ظاهر یه چیزو میبینیم. صحبت از فقط لباس نیست، بین ظاهر یه چیز ما نگاه میکنیم it can deceive us. به زبون عبری لباس میشه بگت، بد گیمل دالت،
ولی بگد بگیدان میشه، بگدان میشه، یعنی دیسیوینگ، یعنی چیتینگ. بگیده به زبان عبری میشه چیتینگ. این ریالیتی به زبان عبری که انقدر ریچ و انقدر پره داره ما میگه لباس مساویه با دیسیوینگ، چیتینگ، گول زدن. چیزی که تورا به ما میخواد یاد بده میگه که گول نخوریم. ما تموم اون نگتیو فورس هایی که راجع به صحبت کردیم به خاطر گول خوردنه. ما یک چیزی میبینیم، پوشش یه چیزی میبینیم، فوری شروع میکنیم قضاوت کردن. یه نفر حرف بدی میزنه، پوشششو میبینیم، فوری شروع میکنیم ریاکت کردن. این لایف هیچ وقت ما نباید گول این لباسا رو بخوریم. همه نشامای خوب دارن، همه چی خوبه، ممکنه موقتی یک پوشش نگتیوی براش میاد. الان این کرونای که اومده یک پوشش موقتیه، یک لباس موقتی که این دنیای پوشیده، ولی دلیل نمیشه که این دنیای بدی شده. And it's a horrible thing. So don't fall for the cover. Don't fall for the libush. لباس هر آدمی یا هر سیتویشنی. Let's see what's inside of it. یک خبر بدی میاد، ممکنه موقتی باشه. اینو I don't want to fall for it. میخوام ببینم بیگ پیکچره چیه. That's lesson number one. Lesson number two خیلی اینم خیلی جالبه. ما دوتا مشیخ داریم. مشیخ بن یوسف، مشیخ بن یهودا. که این پرشا هم راجع به یوسف صحبت میکنه، هم راجع به یهودا. Very interesting. و خنوکام هست که مشیخ یعنی چی؟ یعنی miracles. یعنی end of problem. End of pain. End of darkness. مشیخ یعنی دیگه there is no issues in our life. No health, no financial, no relationship. و همه میگم دوتا مشیخ وجود داره. مشیخ بن یوسف، مشیخ بن یهودا. مشیخ بن یوسف یعنی چی؟ یوسف هممون داستانش رو میشناسیم. برادراش حسادت میکردن، خواستن بکشنش، انداختنش تو چاه، فروختنش به بردگی. یوسف رفت تو زندان، اکیوزش کردن. He was a slave. He was in jail for a long time. از پدر مادرش دور بود، از کشورش دور بود. واو، از این بهتر میتونه بشه؟ ببین یوسف، he got through so much. بعد چه اتفاقی افتاده که این روبروی زلیخا اومد؟ زلیخا اومد بهش گفت که بیا با همدیگه let's get together. خودتون بزن جای یوسف. اینقدر بدی، اینقدر نگتیویتی، اینقدر دیساپوینتمنت، so much bad happened to you. بعد یه زن خوشگل، زن پادشاه بیا به تو بگه که let's go have fun together. How can you say no? How can you say no? این همه بدی برات پیش اومده. The whole family بدترین اتفاق برات آوردن، بدترین کارا رو بهت کردن. You go to jail, you know, you become a slave. How can you say no to something fun, to something good to do? That's Mashiach. درسه چیه؟ No matter how down you are, no matter what happened to you, you still have to do the right thing. You still have to do the right thing. یه موقع برای ما میریکل پیش میاد که doesn't matter how much things are bad, you still do the right thing. یوسف میتونست بگه همه دنیا اگنست من بلند شدن. بدترین کار رو خدا به سر من آورد. بذار برم حالم رو بکنم. بذار برم کیفم رو بکنم. ولی هنوز میدونست که this is not the right thing to do. میدونست که I have a covenant with Hashem. میدونست که I have a contract with Hashem. Doesn't matter how bad my situation is. I still gonna do the right thing. I still gonna come clear in front of Hashem and the Creator. Doesn't matter چقدر حرفای بد شنیدیم یا چقدر hurtمون کردن. I'm not gonna respond in a bad way. I'm not gonna respond in a negative way. چون که اون دنیای بیرون به من ربطی نداره. مهم اینه که چی از دهن من میاد بیرون. I still have to do the right thing. What is Mashiach ben Yehuda?
میدونیم داستان یهودا رو میدونیم که اومد با تامار، فکر کرد پراستوته، باش خوابی. تامار گفت که به من پول بده، یهودا گفت من پول ندارم. تامار گفت اوکی انگشتر تو بده، من بعدا میام انگشتر تو با پول عوض میکنم. و یهودا باش میخوابه، انگشتر رو بهش میده. بعد از یه مدتی تامار برمیگرده پیش یهودا، میگه که آره این انگشترت پولم رو بده. یا این ریالتی میگه که نه من عروستم، you know, don't hurt me, don't kill me, I'm not a prostitute. Can you imagine یهودا اون موقع was the king. یهودا is the king. یهودا میتونست بگه این زنه دروغ میگه. یهودا میتونست بگه من نبودم، تو این انگشتر منو دزدیدی. یهودا میتونست هزار تا اکسکیوز پیدا بکنه بگه که من نبودم، با تو بودم. You know, it was somebody else. ولی یهودا با تمام قدرتش، با وجود که کینگ بود و این تامار she was nobody، هنوز گفت که آره من بودم، اشتباه کار من بوده و I'm not gonna kill you anymore. چون که قرار بود یهودا تامار رو بکشه به خاطر کار زشتی که کرده. So no matter what position you are a king, you are a boss, you are a teacher, whatever positionی که ما داریم، هر قدرتی که داریم، you have to admit when you are wrong, or you have to admit when you did the wrong thing, and at the same time you have to do the right thing. So Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehuda, yani doesn't matter how bad the situation is, doesn't matter how the ugly is your surrounding, you still have to do the right thing. And Mashiach ben Yehuda, doesn't matter how rich, how powerful, چقدر قدرت داری، هنوز باید آدم اقرار بکنه if you did something wrong. چون که is not about the people، ربطی به اون آدما نداره. جلوی فارسی، من فارسی خوب نیست، جلوی خدا ما باید رو سفید باشیم. It doesn't matter you know what the situation is. You have to do the right thing. You have to be the صدیق. راه، تنها راهی که ما رو به میریکل میرسونه و به خوشبختی و برخواه میرسونه is being a صدیق. بیاین این قسمت زهر رو با هم دیگه میخونیم با این کوانا که ریالایز بکنیم همیشه کار درست، همیشه کار درست انجام دادن و اقرار کردن اشتباه is the right thing to do. اگه به خاطر ایگومون نمیخوایم اقرار بکنیم اشتباه کردیم، ممکنه یک لحظه برنده باشیم، ولی we lose in a big picture. درسته که we are down and we are pain and hurtمون کردن، بگیم you know what جهنم، let me go have some fun a little bit. No, you still have to you have to know that Hashem is in front of you. So زهر 6 هستیم، صفحه 50، سکشن 95، اول انگلیسیش رو میخونیم. is amazing. میگه که the biggest problem is our ego. ایگو باعث میکنه که دنبال پلژرهای اشتباه بریم. ایگو باعث میشه که دیسیو بکنیم، دروغ بگیم، چیت بکنیم، حق مردم رو بخوریم. So we want to eliminate ego and bring light to it. The longest and the strongest master-slave relationship is between man and his ego. All of us are in bondage to our reactive and egoistic desires. We are also prisoners of other people's perception of us. Our ego is our taskmaster, and the ego is so good at his job. میگه ایگو انقدر بلد کارش انجام بده که باعث میشه ما کار اشتباه جلو خدا بکنیم. Most of us don't even realize we are in bondage. میگه خیلی همون realize نمی کنیم که اصلا ایگو داریم و این negative force ها درانمونه. تمام purpose این کلاس این بود که بشناسیمش این ایگو ها رو و نور بیاریم توش. Therefore, the light of the Creator will send us challenging opportunities to provoke our ego and highlight our self-centeredness.
میگه خدا یه نورای برای ما میفرسته، یه مسیجای میفرسته که بتونیم این ایگوا رو از بین ببریم. The light of this passage open our eyes and show us the way to freedom by allowing us to recognize life hardship. So we're going to read the Aramaic word. I guess Zohar رو دارین، صفحه 50 سکشن 95 کتاب ششم. اگه ندارین just listen to it. Don't cross your hands and legs. با این کوانا میخونیم این قسمت رو که بدونیم هر راهی که جلومون هست خدا جلومون گذاشته. تنها کاری که ما میتونیم تو این راه بکنیم اینه که چوز بکنیم. We have this free choice, free will که خوب رو بد انتخاب بکنیم. Pure رو impure انتخاب بکنیم. Love رو hate انتخاب بکنیم. زرنگ بودن رو تنبلی انتخاب بکنیم. An other example که دادیم. و ایلخو اخیو لیرود اتسون اویهم بشخم. ربشیمون آمد لیرود اتسون اویهم میبعه لیا میعی ات نیکود میلعیلا لأسگاه ایماهون شخینتا دعیهی ایماهون شریه بگین دعینون هوا اصاره دهو یوسف لو هوا ایماهون بنمی ایهو زعیر به بیتا و بگین کخ اینون هوا اصاره بکد از لا هوا شخینتا بینیها و الده نیکود میلعیلا. By the way, این چهارشنبه که در پیش داریم is a new moon. ماه جدید تبت شروع میشه. Sign of Capricorn. چهارشنبه روز اول ماه تبت. خصوصیاتی که این ماه داره، این سومین نگتیو ماه ساله. نگتیو نه in a bad way. In a way که there is no free light. نور وجود نداره مجانی. ما باید زحمتی بکشیم. به خاطر همین هم خنوکا تو ماه تبته. تو ماه کیسلف شروع میشه، تو ماه تبت تموم میشه که نور بیاریم تو تاریکی ماه تبت. حروفای تبت هست واو هی یود هی، درست برعکس اسم خدایه که از یود هی واف هی. یعنی چی؟ یعنی ما یه زحمتی باید بکشیم. اول ما باید کاری انجام بدیم که بعدا نوره به وجود بیاد. سه زحمتی ما باید بکشیم. باید این هیته، نفرته، عصبانیته رو از بین ببریم. این ماه یه ماهیه که طبیعتش اینه که توش هیت و عصبانیته. So we have to eliminate it. باید نور بیاریم توش. باید زحمته رو بکشیم که این ماه از نگتیو تبدیل بشه به پازیتیو. میگه این عصبانیت و نفرت رو خودت بگرد، پیدا کن، الیمینیتش بکن. میگه اسوم ریسپانسیبیلیتی، کسای دیگر رو همیشه آدم بلیم نکنه، ببینه what is my responsibility. Practice humility, practice love, understanding, kindness. See the good in everything and everybody. این ماه باعث میشه که ما بدیای همه کس و همه سیتویشن رو ببینیم. میگه remember, practice the good in everything and everybody. پس چون که سه شنبه روش خودش داریم و شبات کنیسا همدیگر رو نمیبینیم، اون عادتی که داریم براخای نیومون و امشب با همدیگه میخونیم. و I wish everyone که ماه خوبی، سلامتی، پربراخا، اصلخا، all the goodness in this coming month. آمین. کسایی که سیدور و کنیسا رو دارن، we are going to page صفحه 708 که براخای نیومون رو برای ما میگونه که از چهارشنبه is a new moon و براخاشو میگیم که وصلش رو داشته باشیم، که آمادهش باشیم، منتظرش باشیم که این براخای ماه جدید برامون بیاد. و یه براخای دیگه هم که میخونیم، شباتایی که تو کنیسا هستیم براخای خنوکا ما میگیم، چون که الان کنیسا دور هم جمع نمیشیم، اول براخای ماه جدید رو میگیم و بعد براخای خنوکا. ببخشید زیاد حرف میزنم، ولی دوست دارم که نور تورا، نور سیدور، نور ماهو با همه شیر بکنم. So let's stand up. کسایی که سیدور رو دارن صفحه 708 میتونین آمین بعد از هر برخا بگید.
יהי רצון מלפני אלוהי השמיים לכונן את בית חיינו ולהשיב שכינתה ולתוכה במהרה בימינו, ואמרו אמן. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים לרחם על פליטתנו ולעצור המגפה והמשחית והחרב והרעה והשבי והביזה מי עלינו ועל עמו ישראל, ואמרו אמן. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם אנשי בני ותלמידיהם, בכל מקום מושבים, ואמרו אמן. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים שנשמע ונתבשר בשורות טובות, בשורות ישועות ונחמות מארבע כנפות הארץ, ואמרו אמן. מי שעשה ניסים לאבותינו במצרים גאלם, הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם. בסימן טוב יהיה לנו ראש חודש טבת, sign of Capricorn, on Wednesday, ביום רביעי. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל עמו ישראל בכל מקום שהם, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה וכלכלה טובה, לשמועות טובות ולבשורות טובות ולגשמים בעיתם ולרפואה שלמה ולגאולה קרובה, ואמרו אמן. אמרו תולי גופתם יקסמת ספשיאלי הספרי חנוכה כשבתוי כתו חנוכה מיופתי תו כניסו מכוני שונקי כניסו עלם ברכה דוסת שתם אין ברכם אין בלסינגם בוטון שר בוקונם. We are in page 683, جایی که شبات ها برای خنوکا میخونیم با این کوانا، این شبات، این خنوکا، نور، برخا، بلسینگ، اصلخا، پانسا تووا، سلامتی برای همه بیان. علا نیسین، ولا پورکان، ولا گورود، ولا تشود، ولا نفلاود، ولا نخمود، شعصیت و لعواتین و بیامیم هم بزمان هزه، בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאים בניו, שעמדה מלכות יוון הרשעה לעמך ישראל, לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים בידי חלשים, ורבים בידי מעטים, ורשעים בידי צדיקים, ותמימים בימי טהורים, וזדים בידי עוסקי תורתך, לך עשית השם גדול קדוש בעולמתך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכליך, וטהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה, אלו בהלל ובהודאה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות, ונודה לשמך הגדול סלע. Thank you very much. Chag Chanukah Sameach. Chanukah Por Nur, Salamati, Muafariyat, Berakha Bara Hameh. Mikham Chanukah Khubi Doshte Bashin, Shabbat Shalom. Merci az Vaqtetun. Thank you very much. Bezat Hashem, I see you next week. Panshanbe Shab, Saat 7:30. Ye bar dige aval klas anons kardam. Goftam ke مهناز خانوم استودنت خوب کلاس زهر، همه کلاس ها، ممبر خوب کنیسا، چند تا کتاب 72 نیمز، حتی دو تا اسم خدا با معنی با مدیتیشن گرفتن و دوست دارن که شیر بکنن با کسان دیگه و تموم دونیشنی که برای این کتاب ها میدین. تنکیو مهناز جون، میرسه به کنیسا. مهناز جون بعد از کلاس پست میکنه توی چت زهر که چطوری باش تماس بگیرین و این کتابا رو دریافت بکنین. مهناز جون تمام دونیشن‌ها رو جمع میکنه و میده به ارس کالچرال سنتر که بیشتر از هر وقتی الان ما احتیاج به دونیشن داریم. Thank you very much. خیلی